به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان عزیز، امیدوارستم خوب و صحتمند باشین. رسیدیم به یکی دیگری از درسای فیزیک صنف 11 هم با عنوان واحد مومنت، قوه های موازی و تجزیه قوه. همون رقمی که شما مومنت ها را خواندین و به واحدش هم آشنایی داشتین، پس یک عنوان کوتاهی واحد مومنت است که یک بار دیگه مرور میکنیم، باز قوه های موازی را میخوانیم. خب ببینید شاگردای خوب، گفتیم اگر قوه را به F نشان بتیم و واحد اندازه گیری قوه چی بود؟ نیوتن است. فاصله را به D نشان میدادیم و واحد اندازه گیری فاصله متر است. پس مومنت فرمولش بود F ضرب D. پس میگیم نیوتن ضرب در متر چی است؟ واحد مومنت است در سیستم SI و MK. اگر بیایید در سیستم CGS بخوانیم، در سیستم CGS اگر واحد مومنت را ببینیم، همون رقم F ضرب D فرمولش است و قوه را با داین اندازه گیری میکنیم در سیستم CGS و فاصله را با سانتی متر. پس چی میگیم؟ داین ضرب در سانتی متر. و همچنان رسیدیم به قوه های موازی چیست. در درس‌های دوم و سوم اگه یادتان مانده باشه، ما وکتورها را خوانده بودیم و وکتورهای موازی، دریافت مؤثله وکتورها را خوانده بودیم، درست است؟ اگه اون درس یادتان مانده باشه، قوه های موازی دقیقا همون رقم یک شکل داره. ببینید باید بفهمیم که قوه موازی چیست، چطور میتونیم محصله قوه های موازی رو دریافت کنیم و دیگر کاربرد قوه های موازی در زندگی روزمره ما چیست. همون رقمی که شما میفهمین که دو تا خط موازی به دو خطی گفته میشه که یکی دیگه خود قطع نکنه و امتداد یافتهش هم یکی دیگر قطع نکنه. قوه های موازی هم دقیقا همون شکل است. این فعالیت کتابتان است که در مورد قوه های موازی است. ببینید شکل الف، شکل الف رو ببینین، دو تا اینه توی یک وزنه هاست، اینجا اینی دو وزنه با هم به شکل موازی قوه وارد کرده. قوه ای 100 نیوتن است و اف یک ما 200 نیوتن است، با هم موازی وارد شده. این حال ما محصلش چی رقم پیدا میکنیم؟ آفرین، ما یک بار دیگه هم فعالیت هم انجام داده بودیم، کار عملی هم انجام داده بودیم اگه یاد شما مانده باشه. در اینی حالت منفی میشه چون خلاف جهت است. ببین ای به ای سمت است و ای به ای سمت. 200 منفی 100 میشه. از کدام فرمول استفاده میکنیم؟ ای به خاطر عکس فعالیت کتاب آوردم که اینی ضرب از ضرب شما خط میزنین و روش چی نوشته میکنین؟ به جای ضرب منفی. اینی جه اشتباه شده. پس شما میگیرین اف یک اف آر مساوی میشه به اف یک منفی اف دو. اینی حالت شکل الف که هست، اینی شکل الفش هست. و بعد از اون میگی 200 منفی 100 چند میشه؟ آفرین، 100 نیوتن میشه. بیاین شکل ب را در نظر بگیریم. شکل ب انال هر دوی این وزنه ها را گرفته به یک سمت آویزان کرده. این یا 200 و 100 با هم یک جای. پس در این صورت من چی رقمش کنم؟ آفرین، وقتی هر دوش یک سمت بود، پس چی میگه؟ موازی وارد شده ولی هر دوش در یک سمت است. 200 جمع 100 یعنی اف 1 جمع اف 2. پس چند میشه اف 1 جمع اف 2؟ اینجا چی نوشته کنیم؟ آفرین، مساوی میشه به 300. بیاین شکل دوم رو ببینیم. شکل دوم شما بفکر کنین که اگر 3-4 تا کتاب سر هم میمونین، یه می رقم یک وزنه رو W1 W2 پالوی هم مانده. در این صورت ما مجموعه این دوتا قوه ها رو چی رقم جمعش میکنیم؟ مجموعه دوتا وزن ها رو، وزن هم خواهی قوه است دیگه، قوه جاذبه زمین. آفرین، چون اینا بالای هم مانده شده، پس چی میگیم؟ W1 جمع W2. اینی فعالیت بود که با هم کار کردیم و به جای اینی ضرب شما یک منفی نوشته میکنین. حال قوه های موازی همون شکل اینی جا برتان کلانتر نشان دادم در کتابتان که هست. پس چی میکنین؟ M1 یا M خرد منفی M کلان میکدین و قوه موازی دیگهش قوه فنر است، درست است؟ پس حال بیاین ببینین کاربرد قوه های موازی چیست در زندگی روزمره ما. شما با این شکل آشنا هستین، بعضی جای شاید در سریال ها فیلم ها هم دیده باشین که فیلم هایی که از چاه آب داشتن، از چاه میخواست آب بکشه، یک شخص چی میکنه؟ این اینجا قوه وارد میکنه، امرای دست خود اینی قسمت کش میکنه و دلچه چا چی میه؟ بالا میه. این شد قوه موازی و کاربردش. دیگه چی؟ اینه در اینی شکل نشان دادیم، مکتب است، اینی قسمت قوه وارد کرده و اینجا چی شده؟ دلچه چاه بیرون آمده، آب حاصل شده. و یک شکل دیگه که قوه وارد کرده به اینی قسمت و اینی خشها رو چی میکنه؟ به سمت بالای بالای ساختمان انتقال میده. و در اینی قسمت هم قوه اصطکاک موازی وارد شده. قوه شخص با قوه اصطکاک موازی هست، درست است؟
قوه استیکاکی طرف عمل کرده و قوه شخص که تیلا کرده به او طرف عمل کرده. خب عنوان بعدی که ما و شما میخوانیم چی است؟ تجزیه قوه هست، درست است؟ تجزیه قوه ها را کاربردش هم میخوانیم، باز بعدن که آمدیم میریم فرمولایش حل میکنیم. ببینید این کراچی را که بلند کرده، قوه کراچی به دو اینی قسمت میبینید تجزیه شده، درست است؟ تو خب به امرای یک ریسمان یا یک کیبل نمیتونستیم بلندش کنیم، پس چی کردیم؟ تجزیه کردیم. دیگه چی از کاربرد قوه ها که تجزیه شده است؟ اینه ببینید، جر ثقیل است، یک شخص بلند میکنه تا کار خود اجرا کنه. حتما میخوای یک جای بلند یک کاری را انجام بده. ببینید شخص یعنی وزن شخص به چند تا مرکبه تجزیه شده. یک اینی جست، اینجا کیبل میبینید، اینی قسمت و اینی قسمت، درست است؟ بعد از او به اینجا یک جای وصل شده، پس این کاربرد تجزیه قوه شد. ما میریم دیگه به فرمول های تجزیه قوه. حالا خب کاربرد شفا میدین و دینی قسمت امو شخص بیم رسم کنیم. او شخص اینی قوه را کش کرده بود، اینی قوه اف است، تحت یک زاویه ای، تحت اگه اینی قسمت کش میکرد دیگه تجزیه نمیشه قوه، ولی به خاطر تحت یک زاویه ای کشش کرده بود، این حال قوه ها تجزیه میشه به چی؟ اف ایکس و اف وای. نظر به محور کمیات ما نامش ماندیم ایکس و وای است، میگیم اف ایکس اف وای. پس چی رقم پیدا میشه؟ بیاییم ببینیم روی تخته. اگر محور کمیات میدار وزیر در نظر بگیرین، اینی مثلا اگر ای باشه قوه اف، پس جهت ایکس هم میگم اف ایکس و سمت وای هم میگم اف وای. این تحت یک زاویه وارد شده، این قوه اف است. شما قبلا خوانده بودین که ما اگر دو تا قوه می داشته باشیم، مثلا اینی قوه و اینی قوه، ما اف یک و اف دو می گفتیم، نه؟ باز می گفتیم محصلش چه قسم پیدا میشه. شما خوانده بودین در وکتورها. آل حالت برعکس او را ما شما می خوانیم، محصله را داریم، یعنی مجموعه را داریم، میریم تجزیه شده شه اف ایکس و اف وای شه پیدا کنیم. این چه رقم تجزیه میشه؟ یکی به محور ایکس، یکی به محور وای. خب اینی قسمتش که نوشته می کنیم، اینی قسمت می گیم اف وای است و اینی قسمت هم چی است؟ اف ایکس است. خود اینی رابطه، اگه من ساین ای زاویه رو پیدا کنم، مثلا زاویه این باشه الفا، ساین الفا رو چی رقم پیدایش میکنم؟ آفرین، چه قسم؟ ضلع مقابل بر وتر. ضلع مقابلم چی است؟ اینی اف وای نیست؟ است. پس میگم چی؟ اف وای بر وتر چیست؟ این همی اف نیست؟ است. پس نوشته میکنم اف وای بر اف. اگه من بخوایم تجزیه شدهش رو میخوایم پیدا کنم، یعنی اف وای هم میخوایم پیدا کنم، پس اف وای چه رقم پیداش میکنم؟ آفرین، اف ضرب در ساین الفا، اف ضرب در ساین الفا. حالا میریم به اف چی رو پیدا کنیم؟ حالا ساین زاویه در نظر گرفتیم، بیم کوساینش رو در نظر بیم. کوساین میگفتیم ضلع مجاور بر وتر. ضلع مجاور چیست؟ اف ایکس هست. آفرین، بر وترم خونمو اف است، اف ایکس بر اف. پس این حال اگه ما بخوایم اف ایکس پیدا کنم چی رقم پیداش میکنم؟ آفرین، اف ضرب در ضرب میشه دیگه طرفین وسطین کوساین الفا. اینی دو تا رابطه را شما به خاطر میسپارین برای حل سوالات. اگه بگیم این رابطه اول است، این رابطه دوم است. چرا ما جزء اف وای اف ایکس هم میخوایم در اینجا پیداش کنیم؟ خب شاگرد خوب، این حال میتونید شما از اینجا این تصویرم یادداشت کنین، اف ایکس و اف وای پیدا کردیم و میریم یک مثال حل میکنیم. این زاویه ما 37 درجه است و اینجا 100 نیوتن قوه است، یعنی اف ما و اف ایکس و اف وای گفته پیدا کن، یعنی محصله را داریم، اجزایش را میریم پیدایش کنیم. خب بیاین این همی تصویر، این همی زاویه را 37 در نظر میگیرم، 37 درجه. این همی اف چند بود؟ 100 نیوتن. این حال فرمولاش اینجا داریم، ما میریم حلش کنیم. خب چی رقم فرمول داشتیم؟ اف وای اف ضرب ساین الفا. یا بیاین از اف ایکس شروع کنیم، اف ایکس مساوی میشه با اف ضرب در کوساین الفا. پس چی رقم نشته میکنم؟ اف ایکس مساوی میشه با اف ما 100 نیوتن، کوساین زاویه 37 درجه چند است؟ 0.8. پس میگم اف ایکس هم یعنی یک جزش رو پیدا کردم، یعنی یک صفر با یک اشاری خلاص، اشت چی میشه؟ اشت ضرب دیما میشه 80 نیوتن. ای حل شد، یک جزش پیدا شد. بریم اف وای پیدا کنیم، اف وای مساوی میشه با اف ضرب در ساین الفا، اف وای مساوی میشه با 100 نیوتن ضرب در چند است ساین 37 درجه؟
آفرین 0.6. این یک خانه 0 با اشاری خلاص میشه، اف واید مساوی میشه و 10 ضرب 6 60 نیوتن میشه. این ما چی کردیم؟ اف ایکس و اف وای پیدا کردیم. اگر بخوایم در این قسمت آر را پیدا کنیم مجموعش، پس میگیم آر مساوی میشه. اینی فرمول ماست، اف ایکس مربع جمع اف وای مربع. اینی فرمول رو من برای رابطه اول و دوم شما به خاطر میسپارین. پس میم قیمت ها رو میمانیم، اف ایکس مربع یعنی آر مساوی میشه به اف ایکس ما مربع 80، اگه مربع کنیم 8 64، صفرش اگه مربع کنیم دو تا صفر، جمع اف وای مربع میکنیم 6 36، دو تا صفر رو یکی صفر رو مگه مربع کنیم میشه دو تا صفر. پس میم ده این قسمت ادامه میتیمش، این جا رو جمع میکنیم، درست است؟ آر مساوی میشه به جذره. بین جمعش کنیم، دو تا صفر و دو تا صفر، پس نشون میکنم اینجا دو تا صفر. 6 همراه 4 10، در از صفرش یک حاصل داریم، یک حاصل همراه ازی میشه 4، 4 و 6 ما چند میشه؟ آفرین 10 میشه. پس چی شد؟ 10000 آر مساوی میشه. جذر 10000 ما چی است؟ جذر 1 خو 1 است، از این 4 تا صفر هم چی میشه؟ 2 تا صفر، یعنی 100 میشه. 100 نیوتن آر محصله ما حاصل شد. حالا شما فهمیدین که تجزیه قوا چی هست و ما برعکس اون حالت اف محصله را اگر داشته باشیم اجزایش از کدام رابطه پیدا میکنیم. و حالا یک دو تا نکته ای که هست متوجه باشین، توجه کنین به مانیتور. دو نکته ای را که داریم به خاطر بسپاریم، گفته اگر مرکبه افقی و عمودی یک وکتور در جهت منفی محورها قرار بگیرد، اشاره آنها را منفی در نظر میگیریم که بعد سوالا آینده کار کردیم با علامت منفی در نظرش میگیریم. و دیگه ای که هرگاه مرکبه افقی و عمودی یک قوه را داشته باشیم، جهت و مقدار قوه محصله را از رابطه ضعیف پیدا میکنیم. این همون رابطه ای بود که من گفتم حفظش کو با رنگ سرخ نوشته کردم. و دیگه ای که اگر میخواستی زاویه را معلوم کنی که در مثالهای آینده میخوانیم، بازی رابطه به درتان میخواد، تانجانت زاویه مساوی میشه به تانجانت همون زاویه اف وای بر اف ایکس، که باز ما بخوایم زاویهش پیدا کنیم تانجان که این طرف بیه به علامه منفی چون در مخرج میرنه نشون میکنم تانجان به توان منفی یک اف وای بر اف ایکس. این قسمت باز در مثال های آینده که بیشتر کار کردیم شما خوبتر و بهتر میفهمین. خب شاگردای خوب، امروز ما واحد مومنت خواندیم، قوه های موازی و کاربردش را خواندیم و دیگه در مورد تجزیه قوه کمی معلومات حاصل کردیم. اگه ما یک قوه داشته باشیم چه قسم تجزیه کنیم، درست است؟ و کارخانگی شما اینمی قسمت از زاویه 37 درجه و قوهش شما 150 نیوتن در نظر بگیرین و یک بار دیگه اف ایکس و اف وایش پیدا میکنین. و درس بعدی ما تجزیه مجموعه همه قوه ها را میخوانیم، درست است؟ خب شاگردان خوب، درس ما در همین قسمت به پایان میرسد. تا درس بعدی، خداحافظ و ناصرتان.